بانک فقط نرفتیم، بانک خون و بانک پولیه، دل و قاب بانک رو رفتیم. نکته دو کم خواستم بهتون بگم، بگم راه رسیدم به خدا زیاده همیشه یکی راه نیست، بابا هم برای موفق بودن هم راه زیادی هست، همیشه یکی راه و یکی فرمون نیست، ولی بعضی چیزا اصله که باید رایت بشه. ثروت مهم نیست، به نظر من اعتبار مهمه. سعی کنید آدم معتبر باشید، سعی کنید برای حرفتون، برای کارتون، خودتون ارزش قائل باشید تا دیگران ارزش قائل باشن. موجود یه حساب شما مهم نیست، مهم اینه که دیگران چقدر شما را قبول دارن و با استفاده از اعتبار که دیگران به شما میدن شما میتونید موفق باشید. از امروز شما ممنونم آقای نبیل، کار منو خیلی آسون کردید. حالا من به هر حال به عنوان کسی که متصدی اتاق بازرگانی هستم شما دفاع کردید از برنامه های اتاق، ما هم سعی میکنیم که همچنان علی‌رغم بعضی از اصطلاح هم لطفی ها همچنان با قدرت با پشتوانه هیئت نمایندگانمون بتونیم پیش بریم، بتونیم موثر باشیم تو حوزه صنعتمون، بتونیم یه گامی برداریم برای صنعتمون و بتونیم موثر باشیم. نکته بعدی، به هر حال انشاءالله که خداوند عالم لطف میکنه خودتون هم تلاش میکنیم، یه نکته دیگه تو برای موفقیت بگم که اصل اطلاعات و مرفته های صفتری زدم بهش اشاره کردم، به اون داشتن هدف هست. یعنی شما بدون هدف هرگز موفق نخواهید شد. یعنی این هم یک اصل، یادتون باشه یک هدف داشته باشید. وقتی هدف داشته باشید قطعا برای رسیدن به هدف استراتژی هم را و برنامه ریزی میکنید، استراتژی مشخص میکنید و مسیر را طی میکنید. سه، سعی کنید که آدم معتبری باشید و اعتبار داشته باشید. من دیگه چون دوستان کامل و سریع صحبت کردم خیلی حرف نمیزنم، ولی خواستم یه نکته بگم، این که آدم ها میان و میرن هر چند رایی به هر حال طبیعت قانونش همینه، هیچ آدم موندگار نیست مگر اون که اسمش بر سر داره مدرسه ای بیمارستانی چیزی باشه به یه اثر ماندگاری از خودش جا بذاره که این آدم ها رو ماندگار میکنه. این سعادت هم نصیبه هر کسی نخواهد شد. سعی کنیم اگر از الان نصب کنیم و بگیم اگر موفق شدیم حتما ماندگار هم باش. من موفق شدم.